مهمان من یک زن مسلمان فمینیست است که برای برابری حقوق بین زن و مرد در اسلام مبارزه میکنه. تا اینجا بین او و سایر زنان مسلمانی که خودشون رو فمینیست میدونن تفاوت چندانی نیست. اونچه که سیران آتش حقوقدان و فعال حقوق زنان را متمایز میکنه شیوه که برای مبارزش انتخاب کرده. او اینجا در برلین در بخشی از این کلیسا مسجدی دایر کرده به نام مسجد ابن رشد گوته. در این مسجد زن و مرد در کنار همدیگه میتونن نماز بخونن. و پیشنماز نماز اون هم میتونه زن باشه اگه همه اینها برای مسلمانهای سنتی کافی نبود رعایت حجاب اسلامی هم در اینجا اجباری نیست و حتی همچنزگراها ها هم میتونن در اونجا حضور داشته باشند. آیا او در پی ایجاد یک پروتستانتیزم اسلامی است؟ سیران آتش به برنامه خوش آمدید ممنون از دعوتتون اینجا مشهد زیبا و آرومیه ظاهرا این چیزی که پشت سر منه معنای خاصی داره پیامش چیه؟ وقتی یک مسلمون میخواد نماز بخونه باید بدونه که قبله کدوم طرفه ما اینجا در بخشی از یک کلیسا هستیم در طبقه سوم و این مسجد رو در مکانی راه انداختیم که قبلا وجود داشته در نتیجه باید برای نشان دادن جهت قبله راهی پیدا کنیم بله و یکی از اعضا و دوستانمون که طراح داخلی این رو برامون درست کرده پس در واقع برای شما مکه است جهت رو به همون نشون میده ولی قبلمون نیست منظورم همون بود در واقع او دیوار رو گرفته و در جهت درست ادامه داده همین الان دیگه به نماد و نشانه ما تبدیل شده بسیار خوب نماز مختلط پیش نماز زن پذیرفتن همجنسگره ها اجباری نبودن هجاب شما دارین کاملا خلاف 14 قرن سنت اسلامی عمل میکنید So, I mean, 14 uh, no, نه من اینطور فکر نمی کنم چون 1400 ساله که زن و مرد دارن در مکه در کنار هم عبادت می کنن. این یه نکته و نکته دیگه اینکه در تمام قرآن و حدیث هیچ جایی رو نمیتونین به هم نشون بدین که کاری که ما اینجا میکنیم رو ممنوع کرده باشه. ما کاری خلاف دینمون انجام نمیدیم. فقط داریم از همه از جمله خودمون میپرسیم که کدام شکل از اسلام امروزیه و قابل قبوله و مسلمانان مؤمن چه نیازهایی دارن. میشه دید که در دوره بسیار مدرنی در قرن 21 زندگی می کنیم زمانی که در سراسر جهان مردم دارن درباره برابری جنسیتی و همجنسگرایی و افراد همجنسگرا و تراجنسیتی صحبت می کنن اینها دیگه در خیلی کشورها پذیرفته شده به خصوص اینجا در آلمان ما قوانینی داریم که طبق اون دو زن و یا دو مرد میتونن با هم ازدواج کنن پس ما کاری خلاف واقعیت امروز زندگی انسان ها نمی ما دقیقا داریم برای آدم ها کار می‌کنیم. Human. To be in peace این توجهه که میارین ولی... حرفی که شما زدین این بود که کار ما خلاف سنت اسلامیه ممکنه مخالف سنت ساختارهای پدرسالارانه در اسلام باشه و این کاریه که داریم انجام میدیم که طبیعی هم هست چون کار من مبارزه برای حقوق بشر و حقوق زنانه ما برای آزادی کار و مبارزه میکنیم و همیشه باید با سنت های قدیمی مبارزه کنیم و این همون کاریه که مشغولش هستیم از این نظر کاملا درست میگین ما داریم با سنت های کهنه مبارزه میکنیم سنت هایی که امروز دیگه قابل قبول نیستن ولی سیران چطور میتونید اینها رو برای مسلمان های سنتگرا که در همه جوامع اکثریت مسلمان ها رو تشکیل میدن توجیه بکنید اونها شما رو متهم میکنن که دارین کاری میکنین که خلاف اسلامه یا در اسلام برای اون هیچ پیشینه وجود نداره همون چیزی که در اسلام بهش میگن بدعت که خلاف دینه بسیار خوب میتونن هر اسمی که میخوان روش بذارن ولی چه کسانی این رو میگن لطفا نگاه کنید که چه کسانی به ما میگن نامسلمان مثلا مقامات مذهبی مصر و دانشگاه الازهر سراغ اون مثلا خواهم اومد لطفا بکنین این کارو چون من دارم نگاه میکنم که چه کسانی در الازهر مصر یا اداره امور مذهبی ترکیه این حرفها رو میزنن به نظر من اون مقامات باید با استناد به علم الهیات به من توضیح بدن که چرا کاری که من دارم میکنم غلطه. اونها فقط میگن که این کارها خلاف اسلامه و شما مسلمان نیستین ولی توضیح نمیدن که چرا. دلیلی براتون نمیارن نه اونها دلیلی ارائه نمی کنن اونها هستن که باید برای ادعاشون دلیل بیارن نه من از طرف دیگه متوجه منظورتون هستم و نمیخوام از این بحث فرار کنم فقط میخوام اول مسائل خیلی روشن رو مطرح کنم این مراجع دینی برای خود من زیاد قابل قبول نیستن چون جدی و صادق نیستند اگر جدی و صادق بودند وارد یک مباحثه میشدن تا ببینن ما در اینجا چه میکنیم و با قرائت تاریخی نقا دانه ما از قرآن و حدیث آشنا می شدن. این روش رو من اختراع نکردم. ایدش مال من نیست. در این حال شما میگین که اکثریت مسلمانان جور دیگری عمل می کنند. اکثریت اون کاری رو می که قدرتمندان به اونها میگن. مسئله مسئله قدرته. اقلیت خاموش هم که اینجا در مسجد ما هم برای خودش جایی داره. بعضی وقتا به این دلیل ساکته که مراجع مذهبی و صاحبان قدرت به خشونت متوسل میشن و مسلمون های لیبرال رو تحت فشار میذارن. مسئله اینه. بسیار خوب. اکثریت مسلمون ها اصول و احکام دینی را از قرآن میگیرن. <applause> نه از قرآن نمیگیرند مبنای عملشون اون چیزیه که مراجع مذهبی بهشون میگن در قرآن اومده اکثریت قرآن رو نمیخونن و متوجه نمیشن <applause> شما گفتین که در هیچ جای قرآن نیومده که زن و مرد حق ندارن با هم عبادت کنند. ولی در هیچ جای قرآن هم نیومده که میتونن این کارو بکنن <متصفح> بله درسته <نیم. متصفح> به همین دلیلی که سنتگره ها میگن که شما دارین خلاف بیشتر از 1400 سال سنت اسلامی عمل میکنید من دارم خلاف ساختار و سیستم پدر سالارانه در اسلام عمل میکنم ممکنه شما بگین ساختار پدر سالارانه ولی به هر حال اکثرت مسلمون ها بهش باور دارن <متصف> میتونن بهش اعتقاد داشته باشن من هم مسلمون هستم من مسلمون به دنیا آمدم خونواده هم مسلمون سنی بودن. همونطور که شما گفتین اونها میتونن بگن این کارهایی که شما میکنین اسلامی نیست ولی اگه به تاریخ اسلام نگاه کنین میتونین ببینین که چیزی که داریم در موردش بحث میکنیم سنت نه قرآن اونها میتونن با ما در مورد قرائت ها از قرآن وارد مباحثه بشن میتونیم سوره به سوره جلو بریم و از نظر تاریخی ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده مثلا اینکه پیامبر در دوره اول رسالتش در مکه چه تجربیاتی داشته در مدینه چه اتفاقاتی افتاده و امثال اینها باید تاریخ اسلام و مسلمون ها رو بررسی کرد اونجاست که معلوم میشه از همون ابتدا اولین همسر پیامبر خدیجه زنی قدرتمند بوده بازرگان ثروتمندی بوده و او بوده که از پیامبر خواسته باهاش ازدواج کنه 15 سال از او بزرگتر بوده پس من در جواب ازشون سوال می که چرا از این الگو پیروی نمی کنن و اون رو مبنای نقش زن نمی گیرن و به جاش سراغ ایده های دیگه میرن برای من نقطه شروع اینه so that's my, that's my اینها که میگین درسته همه میدونستن که خدیجه از پیامبر مسنتر بوده بازرگان بود و او بوده که پیشنهاد ازدواج را به محمد داده ولی چطور که در طول قرن ها هیچ کس به این مسئله نپرداخته و کار به قرن 21 کشیده تا کسی مثل سیران آتش بیاد و در این باره صحبت بکنه اولا که سیران آتش اولین کسی نیست که در این مورد حرف میزنه اسم مسجد ما مسجد ابن رشد گوته است و در سال 2005 امینه ودود یک کارشناس مشهور و برجسته الهیات در نیویورک این موضوع رو مطرح کرد. او یک مسجد لیبرال را انداخت که در اون زنان و مردم با هم عبادت می او یکی از الگوهای منه. سازمانی هم هست به نام مسلمانان طرفدار ارزشهای مترقی که یکی از مؤسسینش آنیزون ولد نام داره در اولین روز افتتاح مسجدمون او مهمانمون بود از آن گفت و همه رو به نماز دعوت کرد و اون روز پیش نماز بود میخوام بگم که فقط سیران آتش نیست افراد مختلف در طول قرنها روی اصلاحات مذهبی و جنبه های لیبرال اسلام کار کردند که به نظر من یکی از برجسته ترین هاشون ابن رشد بوده همینطور ابن سینا و ابن عربی و پای خیلی زیاد دیگه ای هم وجود داره اینکه چرا به اندازه امثال الغزالی قدرتمند نبودن دلیلش اینه که شخصیت های سنتگرا و ارتودکس معمولا قدرت به مراتب بیشتری داشتند. اونها قدرت رو به دست می گیرن و آدم های دیگر رو می کشن. این خیلی غم انگیزه. شما نام ابن رشد گوته رو, رو روی مسجدتون گذاشتین. چرا این اسم رو انتخاب کردیم؟ چرا گوته؟ ابن رشد ابن روش در قرن دوازدهم در اسپانیا و به خصوص در قرتبه در اندلس اون زمان زندگی می کرد. او از نظر من یکی از مهمترین روشنگران و شخصیت های حوزه فلسفه بوده. او فیلسوف مسلمان بود. در این حال دانشمند هم بود. بله در حوزه های مختلفی تخصص داشته. قاضی بوده، پزشک بوده، فیلسوف بوده، دانشمند بوده و خیلی چیزهای دیگه. مثل حالا در اون دوره هم خیلی ها در رشته مختلف تحصیل میکردن همونطور که احتمالا میدونین اون علاقه زیادی به ارسطو داشت. آثار رو هم ترجمه کرد. ترجمه نکرده ولی در مورد آثار ارسطو نظر داده و تفسیر نوشته. اصلا یکی از لقب‌های او مفسر نظریات ارسطو بود. او با شهرهایی که در مورد آثار ارستو نوشت، راه رو برای روشنگری در اروپا باز کرد. در مورد ارسطو چیزی که خیلی بهش علاقه داشت تفکر منطقی بود. و اگر کتابهای ابن رشد رو بخونین می‌بینین که به مردم میگه باید فقط قرآن رو بخونین. باید اون رو بخونین و خودتون معناش رو متوجه بشین. در که معناش مسئولیت خودتونه. در واقع میگه که به ملا نیاز ندارین. بله میگه به آخوند و امام نیاز ندارین. اسلام خیلی دین فردیه. اساسش رابطه بین فرد و خداست. پس لازم نیست هیچ واسطه برای شما دینتون رو توضیح بده و بگه که به چه چیزی باید باور داشته باشین. و همین بود که باعث شد از پیدا کردن ابن رشد انقدر خوشحال بشم او چشمانداز کاملا تازه ای رو به اسلام برام باز کرد ولی ابن رشد هیچوقت نگفت که زن و مرد میتونن با هم عبادت بکنند نه ولی مخالفتی هم باش نکرد مخالفت نکرده ولی به همون شکلی که میگین در قرآن هم در این مورد چیزی نیمده به هر حال این موضوع روز آن زمان نبوده ای. این مسئله در اون زمان مطرح نبوده درست مثل گوته گاهی بعضی ها میگن که گوته از زنها متنفر بوده یا میگن که ابن رشد هم دوست زنها نبوده مثلا نیچه که نویسنده و فیلسوف بزرگی آثار خیلی برجسته ای داره ولی در مورد او هم مردم میگن که از زنها متنفر بوده پس به نظر شما در اون دوره این مسئله اصلا مطرح نبوده اصلا و همین قضیه در مورد خود پیامبر هم سه تا میکنه همه میگن شما به قضیه فتوایی که از مصر علیتون صادر شده اشاره کردید بله فتوایی که از دارال افتای مصر اومد بله اونها فتوا دادن که کاری که شما میکنون اشتباهه و خلاف اسلامه جواب شما به اونها چی بود؟ خیلی دوست دارم همینطور که دارم با شما حرف میزنم باهاشون صحبت کنم ما برای این کار آمادگی داریم امیدواریم یه موقعی کنگره یا کنفرانسی برگزار کنن و از ما هم دعوت کنن که بریم و از منظر الهیات در مورد کارهامون مباحثه کنیم واقعا ناراحتم که مردان به این بزرگی که تا این حد هم برای جامعه مسلمان و کشورهای اسلامی اهمیت دارند چنین کار حقیرانه ای انجام دادند نمیدونم از چه کلمه ای استفاده کنم کار نخراشیده ای بود عذر میخوام که اینو میگم ولی نخواستن با شما وارد گفتگو بشن درست نمیدونم واقعا چی میخواستن نمیخواستن هیچ صحبتی بکنند؟ یک بار در یک شبکه تلویزیونی آلمانی بحثی انجام شد. یک امام حضور داشت. من در استودیویی در برلین بودم و اونها یکیشون در مصر بود و یکیشون در تونس. اونها در تلویزیون هم تکرار کردند که ما مسلمون نیستیم و گفتند که برای اینکه بشه به مکانی عنوان مسجد رو داد، حداقلی از شرایط باید فراهم باشه. من از اون پرسیدم که مسجد اصلا چی هست؟ مسجد جاییه که توش عبادت میکنن و اگه همه حاضران در استودیو مسلمون باشن و بخوایم اینجا با هم نماز بخونیم از یکی از خودمون میخوایم که پیش نماز بشه اگه این کار رو بکنیم اون محل تبدیل به مسجد میشه او اول گفت که این تعریف مسجد نیست ولی بعد وقتی در حال توضیح دادن بودم داشت سرش رو به نشان تایید تکان میداد طبعا مجبور بود با هم موافقت کنه چون من که اونجا دروغ نمیگفتم چیزی که میخوام بگم همونطور که در ابتدا هم گفتم اینه که ما خیلی دوست داریم که مباحثه کنیم ما برای گفتگو آماده هستیم ما نمیگیم اونا اشتباه میکنن فقط میگیم من خدا نیستم و نمیتونن تصمیم بگیرم کی مسلمون خوبیه و اسلام واقعی کدومه حد اکثر کاری که بتونم بکنم اینه که کارهای خودم رو توجیه کنم و نمیتونم به دیگران بگم که دارن اشتباه میکنن این در جهان بینی ما جایی نداره و من هیچ وقت نمیگم که مسلمانان سنتگرا یا ارتدکس مسلمان نیستن. پس در واقع شما اسلام لیبرال رو ترویج میکنید موضع مسجد شما این بله ما مسلمون سکولار هستیم ما قائل به تفکیک حکومت و قدرت مذهبی هستیم و چیزی که میخوام به اونها بگم اینه که چرا در رفتار و در گفتار با ما اینقدر زشت و خشن برخورد میکنن شماها مرجعیت دارید و آدمهای صادقی هستید همه نگاهشون به شما در مصره پس باید بیشتر سعی کنند که الگوی واقعی برای مردم باشند و نشون بدن که میتونن با ما مباحثه کنند ما منتظریم ولی اثر هم علی شما موزه گرفت بله همونطور که شما اشاره کردین اونا گفتن که کارهای ما اشتباه و خلاف اسلامه بسیار خوب ولی عالی مرجع مذهبی ترکیه که فکر می کنم دیانت نام داره حتی یک قدم هم فراتر رفته و موزه خیلی سختی علیتون گرفته بله اونا به ما میگن مسجد فتح الله گلن اونها میگن کارهای شما در چارچوب اسلام نیست و با منابع بنیادین اسلام اصول و احکام اون و چارده قرن متدولوژی و رویه های جاری اون مغایرت داره و صرفا اقداماتی در جهت آسیب زدن و تخریب اسلامی میگن دارین اسلام را نابود میکنیم بله از دید اونا ما افراطی هستیم و داریم علیه اسلام مبارزه میکنیم و همچنین گفتن که ما داریم بین مسلمون ها اختلاف میندازیم <applause> میدونین چه کسانی در جامعه مسلمانان تفرقه ایجاد کردند رهبران شیعه و سنی بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت اونها سر قدرت با هم جنگیدن ولی ما میخوایم شیعه و سنی و صوفی و علوی رو گرد هم بیاریم این یک نکته علاوه بر این اداره امور مذهبی ترکیه گفته که مسجد ما مسجد فتولاه گلنه و ما رو تروریست خونده این روزها در ترکیه تروریست خوندن آدم ها واقعا آسونه به خصوص اگه با افراد نزدیک به فتو الله گلن ارتباطی داشته باشیم من با اونها حرف میزنم و این کار رو انکار نمی کنم من هرگز این گفتگوها رو رها نمی کنم من با همه صحبت میکنم. از آقای اردوغان هم دعوت میکنم که بیاد اینجا و خودش ببینه ما اینجا چی کار داریم میکنیم. ما کار بدی نمی کنیم صرف اینکه اونا بگن ما مسلمون نیستیم باعث نمیشه که ما واقعا مسلمون نباشیم و, و اسباب تاسف که باید بگم اداره امور مذهبی ترکیه یک اداره سیاسیه. این اداره به مراکز قدرت در ترکیه وصله و تحت کنترل اردوغانه و اونه که تصمیم میگیره هر جمعه در سراسر ترکیه و حتی در اروپا امامها چه باید بگن از آنکارا دستورات رو به همه جای دنیا میفرستند و سوال ما ازشون اینه آیا فکر میکنین این راه برقراری ارتباط با جامعه که توش زندگی میکنین اگه امام یک مسجد هستین باید با جامعهتون و کشوری که توش زندگی میکنین در ارتباط باشین پس باید در مورد مسائل مرتبط با اونجا صحبت کنین بنابراین هدف اصلی شما برقراری نوع برابری بین زن و مرد در اسلامه زنون زنان در کشورهای اسلامی قرن هاست یا حداقل میشه گفت که سال هاست به خصوص در سالهای اخیر که دارن سخت تلاش میکنن و شاید در سالهای اخیر هیچ جا به اندازه ایران تلاش نکرده باشند ولی مواردی که تونستن دستاوردهایی داشته باشند جاهایی بوده که به نحوی از آنها از حمایت بخشی از روحانیت برخوردار بودند بعضی روحانیان قدری ذهنشون باستر بوده و به اونها کمک کردن و تجربه نشون میده که اگه تدریجی پیش برن و کم کم حمایت روحانیان رو جلب بکنن ممکنه بتونن اوضاع رو تغییر بدن چرا فکر میکنین برای رسیدن به هدف باید مثل شما از روش های خیلی رادیکال استفاده کنید؟ متوجه منظورتون هستم این بحث همیشه بین کسانی که میخوان به پیش برن و به مسائل جامعه بپردازند وجود داره اینجا بحث بحث استراتژی سیاسی ممکنه تصمیم بگیرین که خیلی رادیکال تر باشین یا تصمیم بگیرین که با قدم های کوچکتر جلو برین من هیچ وقت در دست آدم هایی نبودم که با قدم های کوچیک جلو میرن چون به ایده والای برابری جنسیتی باور دارم و این ایده خیلی به آهستگی پا گرفته چرا باید قبول کنیم که برای 100 یا 200 سال دیگه زیر فشار باشیم فقط برای اینکه مردها و البته زنها رو متقاعد کنیم که برابری جنسیتی رو بپذیرن در ماجرای حق رعی زنان هم همینطور بود. وقتی زنها مبارزه برای حق رأی رو شروع کردند مردم بهشون میگفتن رادیکال. وقتی سیاه بوستان و البته سفید بوستان مبارزه علیه بردهداری رو شروع کردند بهشون انگ رادیکال بودن زده شد و جنگ هایی در گرفت. در مورد مارتین لوتر هم همین بود. وقتی این ایده رو مطرح کرد که در مسیحیت باید سر کرد مردم خوندن انجیل رو یاد بگیرن، همین داستان بود. بهش گفتن رادیکال. خلاصه که در تاریخ بشر نمونه های زیادی از جنبش وجود داره که در اونها برای تغییر گاهی به مواضع رادیکال نیاز هست. آیا فکر میکنین شاید چیزی شبیه پروتستانیزم در اسلام هستیم؟ بله قطعا فکر می کنم شاهد نوعی پروتستانیسم هستیم چون در یهودیت و مسیحیت و در آین بودایی و بقیه ادیان الگو داریم فقط در اسلام نیست که داره از اصلاحات دینی یا برابری جنسیتی صحبت میشه. مطمئنم کسانی هستند که از شما حمایت میکنند و معتقدن که نوعی پروتستانیزم در اسلام خیلی وقتی که باید اتفاق بیفته. ولی در قرن 21 در جامعه امروزی بعضی ممکنه فکر کنن که اصلا فایده اصلاح دین چیه؟ اگر بپذیریم که جامعه داره کاملا به سمت سکولار شدن میره اگه همه حاکمیت قانون و قوانین ساخته دست بشر رو بپذیرند دیگه اصلا مشکلی نخواهد بود دیگه اصلا نیازی به اصلاح دین نیست چرا نذاریم دین همونجوری که هست بمونه ولی محدود به حوزه شخصی بشه من کاملا با تو موافقم باید روی تعریف سکولاریسم دقت کنیم بعضی ها میگن سکولاریسم یعنی جدایی کامل دین از حکومت و این همون برداشتیه که ما داریم برای بعضی های دیگه سکولاریسم به معنی حذف کامل دین از جامعه است. به نظر من انسان ها به دین نیاز دارند. البته ممکنه بعضی های نیاز رو نداشته باشند ولی اکثریت آدم ها لازم دارند که به چیزی اعتقاد داشته باشند. حالا به خدا یا چیز دیگه ای. سکولاریسم میتونه به همون معنایی باشه که در مقدمه اساسنامه اومده. ما قبول داریم که حقوق بشر در صدر قوانین قرار داره. بعد از اون قوانین اساسی کشور هاست مثلا در اینجا قانون اساسی آلمانه و در مرحله بعد از اون همه ادیان قرار دارن و البته هر کسی حق داره به خدا بی باور باشه بی اعتقادی هم بخشی از آزادی مذهبیه. این چیزیه که شاید اکثریت مسلمان ها متوجهش نباشن البته مطمئن نیستم شاید اکثریت درک خیلی بالاتری از اون چیزی داشته باشند که در بحث های عمومی و رسانه مطرح میشه این را هم بعید میدونم چون من وکیل هستم و در پرونده ها به طور روزمره با آدم ها سر و کار دارم و فکر می کنم اونها خیلی سکولارتر از اون چیزی هستن که تصور میشه و, و امور سیاسی و مذهبی رو از هم جدا میدونن کاری که شما میکنین با خطرات زیادی همراهه چون حتی در جوامع غربی هم خیلی از جوانها به داعش پیوستند شما تهدید هم شدین نمی ترسین که بخوان شما رو بکشن؟ اتفاقا یه بار سعی کردن آب بخشیدی یه نکته رو فراموش کردم من طرحی به اسم ابتکار شهروندی اروپایی علیه افراد گرایی رو شروع کردم <applause> عقیده من اینه که ما باید در داخل اسلام چیزهایی رو تغییر بدیم و به اصلاحات نیاز داریم و در عین حال باید با افرادگرایی مبارزه کنیم. همونطور که گفتین این روزها بعضی موقع مبارزه برای آزادی خطرناکه و افرادگرایی در همه کشورهای اروپایی وجود داره. ما باید در مقابل افرادگرایی بایستیم و با اون مبارزه کنیم. من ترسی ندارم. چه کاری میتونن با من بکنن؟ <applause> یه بار وقتی 21 سالم بود سعی کردند. اتفاقی <applause> که بعد از اون افتاد این بود که من به خودم گفتم اونها میخواستن صرفا به خاطر اینکه برای برابری جنسیتی مبارزه میکنم من رو بکشند. این خیلی ناراحت کنند است. این به هم قدرت بیشتری داد که به مبارزه ادامه بدم. الان هم همینطوره. هر چقدر بیشتر سعی کنن به هم فشار بیارن، پلیس آلمان از من حفاظت میکنه و میفهمم که کاری که داریم میکنیم تا این اندازه مهمه. ما باید افراد گرایی رو متوقف کنیم. برای همین هم هست که داریم امضا جمع می کنیم و به کمک دیگر شهروندان احتیاج داریم. من معتقدم آیا چنین کمک های بهتون میرسه؟ منظورم اینه که شما تهدید شدین و ایمیل های تهدیدآمیز زیادی دریافت کردین. در مقابلش چه مقدار ازتون حمایت شده؟ خیلی زیاد باور کنید میلیون ها مسلمون خواهان تغییر هستند در تمام کشورهای اسلامی از مراکش تا اندونزی و همینطور در غرب کسی نباید به خودش اجازه بده که بگه کاری که شما میکنین اشتباهه و به همین دلیل شما رو میکشم ما به مردم نشون میدیم که همه حق دارن نظرشون رو ابراز کنن آزادی بیان و آزادی مذهب حق ماست کسانی هستند که از این آزادی برای مقابله با آزادی استفاده می کنند. ما باید جلوی این رو بگیریم. ما برای مبارزه با افرادگرایی در اروپا طرح ابتکار شهروندی اروپایی رو راه انداختیم که اسمش هست Stop Extremism and افرادگرایی را متوقف کنید. W در واقع یه بله یه توماره کمیسیون اروپا باید این پیشنویس رو به بحث بذاره و ما تا همینجا بیش از 100 هزار امضا جمع کردیم معناش اینه که مردم واقعا از افرادگرایی میترسن و میخوان جلوی اون بیستن و باهاش مبارزه کنن این تعداد امضا ظرف تنها دو ماه جمع شده و اگه تا تابستان آینده یعنی ماه جوان به یک میلیون امضا برسیم خواهید دید که افراد خیلی زیادی از ایده های ما در مبارزه با افرادگرایی حمایت می کنند و ما خواهیم تونست افرادگرایی رو متوقف کنیم همه میتونن در این کار نقش داشته باشند لطفا برن و امضاشون رو در صفحه ما بذارن Sign up please on our page. Thank you. سیران آتش خیلی ممنونم. صحبت با شما مایه خوشبختی بود. برای من هم همین